این برنامه از طرف فامید نوکی است. آشنا زیوانیه برای شما تقدیم میگردد. به نام خداوند بی اندازه مهربان، خدایی که نام و یادش آرامش بخش قلب ها. سلام سرزمین عزیزم افغانستان، سلام هموطنای عزیزم، کسایی که منتظر برنامه هفت گنج بودین. خوشحال هستم که امشب در خدمت شما عزیزای دل هستم. با ما همراه باشین تا آخرین دقایق از برنامه و میخوایم که با همراهی شما عزیزای دل امشب یکی از بهترین برنامه ها را تقدیم شما کنیم، اما به شرط از این که شما ما را همراه باشین تا آخرین دقایق. برای انسان های بزرگ بنبست وجود نداره، چرا که آنها یا راهی را خودشان پیدا میکنن یا در پیچ و خم و مشکلات زندگی خودشان کوشش میکنن که یک راهی را برای خودشان پیدا کنن، ولی هیچ گاهی در جایی که هستن همیشه ایستاد نمیمانن. جا داره که یک تشکری کنم از شرکت تجارتی آشنا موبایل که برنامه هفت گنج را تمویل کردن. کیفیت خوب را اگه میخواین که تجربه کنین حتما از موبایل آشنا خریداری کنین. آشنای شما دوست شما را فراموش نکنین. امشب هم اشتراک کنندای عزیز ما آماده هستن. میفهمم که خوب سعی مطالعه کردن تا اینکه سوالا را خیلی خوب پاسخ بگین و زیاد هم دقت میکنن در انتخاب این میله ها. پس شما هم میتونین اشتراک کنین با شماره تماس برنامه که میفهمم شما حفظ هستین. حال دیگه 0782-20-25-00. زیاد اشتراک کننده های عزیز ما را منتظر نمیگذارم. یک سلام و تقدیم حاضرین در تالار، شما هم تشویقشان کنین اشتراک کننده های ما تا بخیر بیاد. خوشحال هستم که دو جوان با استعداد دیگر امشب در کنار ما هستن و تشریف آوردن. میشه در قدم اول خودتان را معرفی کنیم و بعدم بریم بخیر به سراغ سوالا. بفرمایید. به نام خدا مهربان، اول سلام به شما. سلامت باشید. یک سلام خاص به تمام بینندگان تلویزیون خورشید، به خصوص برنامه هفت گنج، و یک سلام به تمام بینندگان که ما را از نزدیک میبینن. امید که یک شب خوش با ما داشته باشه. و اسم تحصیلات؟ اسمم نورالله عزیزی و مسئول رشته اقتصاد. سال چندم؟ سال سوم. سال سوم؟ بله. بسیار خوب، برات آرزوی موفقیت میکنم. و خودت برادر عزیز خودت معرفی کن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما بیننده های تلویزیون خورشید، حاضرین در تالار، و سمیر هستم، یکی از اشتراک کنندگان افغانج. امید است که یک شب انشاءالله. میشه برمست امیر جان از تحصیلاتت بگویی؟ محصول فارماسی سال دوم. سال دوم. خب برای هر دوی تا نارضی موفقیت میکنم. خیلی راحت با هم برنامه رو پیش میبریم. اعتماد به نفس داشته باشی و خوب است که یک معرفی داشته باشون برنامه رو، درسته؟ ما طبق معمول هفت سوال داریم. سوال ها هم مختلف هست و بزرگترین جایزه ما هم هست 1,000,000 افغانی و پول ها تقسیم شده. از 1 افغانی تا به 1,000,000 افغانی و در مقابل شما 30 میله هست. میله ها هم به 2 دسته تقسیم شده که 12 میله بدون پول داریم و 18 میله با پول داریم. سوال از شما پرسیده میشه، اگر میدانستین خب پاسخ میگین، اگر شک داشتین از میله ها کمک میگیرین. حذف میله خالی که رنگش سبز است، حذف یک گزینه نادرست، و همچنان اگر هیچ نمیدانستین ما گزینه کمکی داریم. در مقابل 1,000,000 افغانی از این سوال میگذریم، میریم به سراغ سوال بعدی. و باید در اول برنامه هم از همکارایم خواهش کنم که پاکت خطی که شفافیت برنامه هفت گنج باز بالخصوص مشخصات میله ها و این پول هایی که هست در اون مد نظر گرفته شده پیش من باشه، برام بیارن تا خاطر شما دو نفرم جمع باشه، از من هم جمع باشه. آمادگی خوب گرفتین دیگه؟ قبل از قبل مطالعه دارین؟ بله. خب اینال باید هم هفت سوال خوب پاسخ بگوین، هم در انتخاب میله هایتان دقت کنین. تشکر. بریم به سراغ اولین سوال.
آماده آماده اینقدر دیگه آرام نباشین که پر انرژی باشین که دیگه بیننده های ما هم که شما رو میبینن دیگه بگن نه ولی از همین پر انرژی بودنشان معلوم است که اینا میخواهن امشب میلیونر شوند. درست است؟ پس میبینیم سوال اول، ببینیم که سوال اول میتونن پاسخ بگوین یا شاید شک داشته باشن و یا یکی از گزینه کمکی کمک میگیرن. بزرگترین معدن زمرد در کدام ولایت افغانستان موقعیت دارد؟ الف ولایت پنجشیر، ب ولایت پکتیکا، جیم ولایت پکتیا و دال ولایت تخار. سوال خیلی ساده هست. اما اگر شک دارین از میله ها کمک بگیرین و گزینه کمکی را میتونین که در ذهنتان بگیرین اگر دوست داشتین. خب از میله ها؟ میله ها برین. کدامتان میرین به سراغ میله ها؟ سمیر جان میره. سمیر میره به سراغ میله ها. بفرما سمیر جان برو به سراغ میله ها، کوشش کن میله هایی را که انتخاب میکنی میله های پول کم یا میله های خالی را پیدا کنی. انتخاب اول میله شما را چند دام؟ هفت. میله شما را هفت؟ بله. اولین انتخابشان میله شما را هفتم هست. پس برو به سراغ میله شما را هفتم. خدا کنه که این میله اولین انتخابت است، میله خالی باشه. بگذار دستایت و ببینیم. بسیار عالی، میله بیرون شد. بسیار عالی، انتخاب خوبی داشت سمیر. حال شما از این سه گزینه کس یکش انتخاب کنین؟ همی خوب است. ببینه؟ برای ما نشان بده ببینیم کدام گزینه هست. بگذار دوباره همه تو سر جاش. جیم. ولایت پکتیا گزینه اشتباه، دور شد. الف و ب و دال ماست. سمیر باز هم خودت میله انتخاب کن. اگر جواب پیدا کنیم میتونیم پاسخ بگیم، در غیر این صورت میتونیم بازم از میله ها کمک بگیریم. پنشه رفا 22. 22 میله انتخاب میکنین؟ اما بالا. سمیر گفتی پنشیر، چی که دوا با هوایش خوب است؟ بازم راوی نورولا گفت که میله انتخاب. خب یعنی خودت بالای ولایت پنشیر شک داری؟ بله. درست است، پس شک که داری از میله ها کمک بگیر. کدام؟ کدام میله؟ 22 رو بگیر. 22 میله شماره 22 انتخاب دومشان است. شانس خوب برات میخوایم. ببینیم. بسیار عالی. دو انتخاب هر دوش میله خالی. بجای تشریف بیار سمیر. ببین چقدر حاضرین در تالار شما را خوب تشویق میکنن. این به این معنا که کمی پر انرژی تر صحبت کنین. انتخاب بعدیتان از این دو گزینه. انتخاب دیگه اندفعه سمیر جان بکنم. انتخاب کن سمیر. میرم میگیریم. ببینیم. بی. ولایت پکتیکا هم اشتباه و فقط الف و دال مانده، یا ولایت پنجشیر یا ولایت تخار. بله. کدام؟ خب ما ولایت پنجشیر. ولایت پنجشیر. بله. مطمئن هستین؟ بله خوب است. بله. حذف نشین در اولین سوال. نه. گزینه کمکی هست، ما 1,000,000 افغانی را از شما میگیریم. نه 100%. 100% هست. درست است. بگیریم همین ولایت پنجشیر را؟ بگیریم. درست است. میگن که ولایت پنجشیر گزینه درست است. میبینیم که درست است یا خیر. بسیار عالی، بله جواب درست ولایت پنجشیر هست که بزرگترین معدن زمرد در پنجشیر هست، موقعیت داره و باید بگیم که هر ولایت کشور عزیز ما افغانستان خیلی زیبا هست، آب و هوای خیلی خوبی داره و پنجشیر هم یکی از اون ولایت هاییست که خیلی زیاد زیبا هست. چطور از سفرهای داشتین به ولایت ها؟ غیر از این که بعضی جوان ها بیشتر میرن مثلا سال نو که باشن مزار میرن، شما مزار پنجشیر کدام ولایت رفتید بیشتر؟ زیادتر به تفریح میریم پنجشیر، مزار، همین ولایت های شمالی زیادتر میریم. شمالی روزای رخصتی شمالی میرین دیگه. حالا هوا کمک سرد شده دیگه، فکر کنم قدر زیاد هموطن های عزیز ما نمیرن برای فعلا دیگه. نه خب سمیر خودت کدام ولایت ها سفر کردی؟ ما هم طرف شمالی زیاد رفتیم. خب چه نسبتی با هم دارین؟ دوستا هستی؟ بله. دوستای صمیمی دیگه. پسرم جان؟ بچه همیم. خب بچه همی تا سمیر؟ بله. خودت بچه مامایش بشی. هر دوی تان هم تو دخانام دیگه تو آرام آرام گفت میزنین؟ خوب هستیم دیگه. یعنی تو زیرتاسی رفتین یا نه؟ نه نه زیرتاسی نه. یا میخواین بگوین هم وطن هم بگوین چه قیده تا جوان های هم لیاقت دارن، خیلی آرام هستن اما تو یک چیز هستن. کم استرس خومه باشه دیگه. خب یک نفس عمیق بکشین هر دیتا. سوال بدلتان بود؟
بخیر. خوب بود. بله. بدلتان بود؟ بله. خب هر دوی تان معاصل هستین. نه اما بله. یکی تان فارمسی میخوانین و یکی تان اقتصاد. اقتصاد میخوانین. خب سمیر چی انگیزه باعث شد؟ چون اکثر جوانای ما بیشتر برای حقوق و انجینری و اقتصاد زیادتر دوست دارن یا بیشتر یا طب میخوان بخونن و خودت هم دوست داشتی که یکی از شاخه های از طب که فارمسی هست خودت بخونی. بله. کی برات گفت که این رشته را بخونی؟ چی انگیزه برات بود؟ سمیر از دوست داشتم از خورترکی و میخواستم که در این بخش بخونم. بخونیم. بله. سال دومت هست گفتیم. بله. یکی از شکایت هایی که اکثرا هموطنهای عزیز ما از کسایی که در دواخانه ها کار میکنن و یا ای که مثلا کسی میره ازشان خریداری میکنه این هست که میگن که با وجودی که خیلی زیاد معلومات دارن، خیلی زیاد درس خواندن تا آمدن که در این بخش کار کنن، ولی مثلا زمانی که یک دکتر که برشون یک دوایی را میگه که برین از این دواخانه بگیرین یا برین اینا بگیرین، اکثرا در اون دواخانه اون کسی که کار میکنه افراد غیر کسایی هستن که خیلی تجربه ندارن. بله. یا مسلکی نخواندن. شما در این مورد هم کدام مضمون هست که بخونین که مثلا اینکه بله. تمام دوایی را شناسایی کنین و یا اینکه بله. چی گپ ها چی ویژگی های یک فردی که این رشته را میخونه باید داشته باشه؟ باید اول تمام 14 یا 16 بخونه، باز بدون جواز نمیتونه بگیرن دواخانه. یعنی اگر خودت دواخانه داشته باشی و خیرت فارغ شوی، هر بلد. کس بیا بگه که بر من از این دوا بدی، یک ساعت خودت نمیزنی که دوا کدام از خودت من یادم ده. هر کس سر کردم که سر گپ بیارم مشه خو نتونست که قدر زیاد بلند هم صحبت کنه و زیادتر گپ بزنه. خب به هر صورت بریم به سراغ سوال دوم. بریم. آماده هستی؟ 100% میگن 100% آماده هستیم. 100% سوالا هم آماده است. پس سوال دوم را میگیریم. رسیدیم به سوال دوم. میبینیم که سوال دوم را اینا چگونه پاسخ میگن و این سوال از کدام مضمون هست. مسجد اقصی در کدام کشور میباشد؟ الف عراق، ب فلسطین، جیم یمن و دال سوریه. گزینه کمکی هم هست از این سوال میگذرین یا یکی از میله ها کمک میگیرین؟ مطمئن هستم. خب اول میریم در چی مطمئن هستین؟ جوابش؟ پیدا کردین؟ بله. پس از میله هم کمک میگیرین؟ بله. پس بفرمایین هر کدامتون میریم به سراغ میله ها بریم. نورالله میره. خب نورالله جان اولین انتخابت کدام میله هست؟ میتونی از سمیر هم مشوره بگیری. سمیر؟ ده به مقابلت. میله شماره دهم را در سوال دوم اولین انتخابشان است. چانس خوب برات میخوایم. ببینیم؟ بسیار عالی. انتخابای شما بسیار خوب. همه تو خوب شاید یا بگویی که علم غیب دارین میفهمین میله های خالی کدام است. سمیر از این سه گزینه یکش انتخاب کن. الف بگذار دوباره. عراق اشتباه نیست. بازم از میله انتخاب میکنین؟ بله. سمیر یا خدا برم من بر بیشترکم کده. انتخابای سمیر بدلت بود اک نورالله؟ خوب بوده تا حالا بشرفته. کدام میله؟ بیست. میله شماره بیستم را انتخاب کردن. تا حالا میله هایتان خوب بوده. ببینیم. ۵۰۰۰ افغانی. بکم. بسیار عالی بسیار عالی. میله بعدی کدام میله هست؟ خوب امشب اتمن شب اتمن چی؟ اتمن تاله ما برامده. بله. خیلی به افتخارم میلیونر شدن. خیلی کم بلندتر صحبت کن. درست است. کدام میله؟ میخوام شماره یک. شماره یک. انتخاب بعدی شان میله شماره یک همه هست. میبینیم. امیدوارستم یا پول کم باشه یا میله خالی باشه. بسم الله. ۳۰۰۰ افغانی نسبتاً دیگه پول کمی از تشویق کنی. خوب بوده دیگه. هر پول کمی که دور میشه، هر میله خالی که دور میشه، نورالله دو برابر لبخند میزنه. اصلاً کم از دیگه پرواز کنه. میله بعدی؟ میله بعدی سمی جان چی کنیم؟ سمی جان چی کنیم؟ بریم یک میله. عبده؟ بله. عبده کدام؟ شماره 17. یعنی میله شماره 17 را انتخاب کردن. میبینیم در کدامش یک بسم الله بخیر. صدق کنید صدق
سلام علیکم. بابا. امیال چی احساس داری نورالله؟ خیلی خوش است. چقدر خوش هستی؟ بسیار. بسیار چقدر؟ خب پول از دیگه. خب چند دفعه بری که خوش میشی زیاد؟ بغیر از 1,000,000. بغیر از 1,000,000 250,000 افغانی. بغیر از 225,000 افغانی و 200,000 افغانی و 150,000 افغانی. خب خلاص شد دیگه. شوخی کردم. انتخاب بعدی؟ انتخاب بعدی 24. بله 24. 24. سمیر چوب میباشه باز یک دفعه صدا میکنه که این میله. برو به سراغ میله شماره 24. مثل همیشه میگم چانس خوب برات میخوایم. ببینیم. میله خالی. بجای بیا نورالله نام خدا نظر نشه. این انتخاباتان از دو گزینه که مانده یکیش انتخاب کنین. انتخاب یکیش. انتخاب کنین. دال سوریه اشتباه حذف شد. فقط ماند بی و جیم. فلسطین یا یمن. میگین که پیش از اینکه که جواب پیدا کردین، اما اگر شک دارین به خاطر حذف نشه این گزینه کمکی هست. اقصا. مسجد اقصا در کدام کشور میباشد؟ بی فلسطین یا دال جیم یمن. خیلی سوال آسان است اگر دقت داشته باشین. خب یمن هم میگیرین. یمن هم میگیرین؟ بله. هم تو علا توکلی میگیرین؟ نه 100% گزینه کمکی را داریم. ما 1,000,000 هم میگیریم از این سوال میگذاریم میریم به سوال بعدی. خب نشه که خدای ناخواسته در سوال دوم حذف شویم. حال قدر انتخابای میلیتان خوب است. احساستان خیلی خوب است. ناراحت نشید. یمن درست است. درست؟ یمن هم بگیریم؟ باش تو یک فکر میکنه نورالله. چی کنیم؟ گزینه کمکی یا یمن؟ کمکی بگیریم نه؟ خب فلسطین. کدام؟ یمن. فلسطین. اگر میدانید باور دارین انتخاب کنید. ما در گزینه فلسطین شک دارم. خب خب یک شب بر من بگوین بی یا جی. فلسطین بی. یا یمن؟ نه یمن هم میگیره. یمن؟ درست است. میگن یمن گزینه درست است و ببینیم که جیم آیا این گزینه درست است یا خیر. گزینه درست فلسطین بی که سمیر تاکید کرد که بره بگیریم، اما شما یمن را انتخاب کردیم. به هر صورتش بعد شانسی همین جا آمد اگر انتخاب ویلایتان خیلی خوب بود. به هر صورت برای هر دویتان آرزوی موفقیت میکنم. چانس خوب داشته باشین. انشاءالله در مراحل بعدیتان همیشه موفق سربلند و سرفراز باشین. تشکر. یک تشویقشان کنیم روز و شب خوش براتان بخواییم. خدا نگهدارتان. خب بیننده های عزیز جای نرین. اشتراک کننده های بعدی ما منتظر هستن. اونا میاین و ادامه برنامه خود ما را با اونا آغاز میکنیم. دو اشتراک کننده های عزیز دیگه آمدن تا ادامه برنامه را با اونا داشته باشیم. خیلی خوشحال هستم دو دختر خانم ناز و دوست داشتنی در کنار من هستم. ولی قبل از قبل باید تشکری کنم از شرکت تجارتی آشنا موبایل که برنامه هفت گنج را تمویل کردن. آشنا موبایل قابل دسترس در 34 ولایت افغانستان با خدمات پس از فروش و دارای 1 سال ورنتی می باشد. آشنای شما دوست شما. خوش آمدید. تشکر. معرفی کنید. سلام به شما برشنا جان. سلامت باشید. سلام به تمام بیننده های تلویزیون خورشید. اشتراک کننده هایی که حاضر هستن. تمکین هستم. خوشیوال تخلص میکنم. مسئله هستم. مسئله رشته حقوق. البته سال 4 است. بسیار خوب. و خواستم در این برنامه اشتراک کنم. میخوایم که یعنی چقدر استعداد دارم. در پلوی از میخوایم پول که میخوایم به دست بیارم. واقعا به نیازمندان کمک کنم. این پول اصلا به خود چی نمی کنم. واقعا میخوایم کمک کنم.
به نیت پاک آمدیم، آرزو میکنم موفق شم. انشالله به نیت پاک و خوب که آمدین که میخواییم برای کسایی که اقتصاد ضعیف دارن کمک کنین، انشالله که یک مقدار پول را با خود ببرین. تشکر. شما خود را معرفی کنین؟ به نام خدا لیلی هستم، تخلص میکنم میرزایی در پنتون شخصی در رشته ادبیات سال آخر من. دیگه آرزو دارم که ببینم که چی میکنم، چی گل قوم میکنم، چی بیش. خب خانواده تان امشب دیگه میبینن که تمکین و لیلی چی گل قوم میتن. چطور است برنامه هفگنج را میبینی؟ بله برشنو جان، حتما هفته دو شب نشر میشه. من زیاد علاقه من ساعت چند نشر میشه؟ از ساعت 9 تا 10. حتما دوست دارم زیاد برنامه. پس کاملا آشنایی هم داره. بله. چگونه یک برنامه هست؟ واقعا برنامه هفگنج بسیار یک برنامه آموزنده است. واقعا وقتی که آدم میبینه بسیار چیزای میآموزه. در پلوی از یک جوانا در این برنامه شروع کنه بسیار خوب است. هم جرات آدم زیاد میشه. در پلوی از آدم یک چیز یاد میگیره. این چند هفته ای که افغانجا دیدی تا حالا مثلا شده که سوالایی را که نمیدانستی با دیدن افغانج؟ بله دقیقا. یاد گرفته باشم. سوالاتی که واقعا من برش آشنایی نداشتم در این برنامه یاد گرفتم. بسیار خوب است به متعلمین، محصلین. او تو برنامه به نظر من بسیار خوب است. از نظر به یک سریال ها را تعقیب کنیم. بله. او تو برنامه واقعا آدم را میرسانه. در پلوی زیادم که پول که به دست میاره هم به خودش یک چیز میشه، هم میتونه به یک نیازمند خود کمک کنه. هدف من فقط یعنی هم خورما هم ثواب. بله. بله واقعا. و خودت لیلی عزیز چی گفتنی داری در برنامه در مورد برنامه هفت‌گنج؟ ما همیشه و همیشه گفته منتظر نظریات انتقادهای سازنده شما و هم کسایی که اینجا میاین هستیم. من این برنامه رو بسیار دوست دارم چون که برنامه تعلیمی است. چیزای آموزنده. خوب آموزنده یاد میگیریم، ببینیم که چی میکنیم چی نمیکنیم. واقعا خب دیگه انشاءالله که البته که آمدین که یک مقدار پول ببرین، حتما امشب دختر خانومای عزیز دست پر برن. باز با هم ما هم با شما میریم یک جای میله میگیریم. سلامت پاکت خط شفافیت برنامه هفت‌گنج مثل همیشه از همکارایم خواهش میکنم پیش من بیارنش تا تمکین و لیلی هم دلشان جمع شود و بفهمن که تمام میله هایی که انتخاب میکنن، پول هایی که اینجا هست، سوال ها تمامش شفافیتش مد نظر گرفته شده. تشکر. آشنایی خوب دارین دیگه؟ بله بله آشنا جان. خب بریم به سراغ اولین سوال. بله. آماده ای آماده؟ بله. بیخی تو فکس. سوال اول میبینیم با هم. دور فوتبال 2006 در کدام کشور خاتمه یافت؟ الف برزیل، ب آلمان، ج انگلستان و د ژاپن. سوال از فوتبال است، از دنیای فوتبال، دنیای ورزش. فوتبال میبینین؟ بله. علاقه داری؟ بله. لیلی نداره، خودت داری؟ بله بسیار. علاقه‌مند کدام تیم؟ از تیم افغانی خود ما زیاد دوست داریم. تیم افغانی خب در مجموع همه ما عاشق. بله. تیم ملی کشور عزیز. بله. ما افغانستان هستیم. رالی هستی یا بارسایی که مشهور بارسایی است؟ بارسایی هستی. بله. خودت هیچ پرسان نمیکنم. این سوال با آشنایی دارین از میله ها کمک میگیرین یا از گزینه کمکی که هیچ نمیدونین از یک میدون افغانی کمک میگیرین که دور شوی سوال؟ چون اگر اشتباه بگوین هست من میگم شاید نظر من آلمان میرمت میلا. درست است. خب لیلی عزیز میره به سراغ میله ها، میخوای میله انتخاب کنه. گفتین چی نسبتی دارین با هم دیگر؟ دخترای خاله. دخترای خاله. نام خدا این اصلا که صمیمیت دخترای خاله چقدر خوب است. اینجا مثل خواهرها. کدام میله؟ کدام میله؟ تمکین بگوی من چه؟ تمکین بگوی لیلی میره دست خودم میگذاره والای اون میله ها. پنج. 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 اولین انتخابشان میله شماره پنجم هست. لیلی جان. جان. شانس خوب. شکر. ببینیم. 225,000 افغانی، پول زیاد. وای. خب دیگه انتخاب بعدی تا؟ این بار خودم انتخاب میکنم. این بار خودت انتخاب کن. اگر جواب نمیفهمید لیلی و تمکین قبل از اینکه 1,000,000 افغانی در بین این میلار شما او را از دست بدین، گزینه کمکی تان بیاین از گزینه کمکی کمک بگیرین، از این سوال بگذاریم که خدای ناخواسته حذف نشه. نه شماره ده. شماره ده؟ نه دیگه، نه که نه گفت دیگه. ببینیم شماره ده آیا میلش پول داره یا بدون پول هست. ببینیم. 500 افغانی. یکم بسیار عالی. نگویی دیگه که انتخاب های لیلی هم خوبش هست. انتخاب بعدی؟ 20. 20. به سراغ میله شماره 20 رفت لیلی عزیز. لیلی جان. جان. البته خوشم میاد که میگم لیلی جان میگه جان.
انتخاب خوب، چانس خوب. او خدایا، 1,000,000 افغانی گزینه یک کمکی از دست دادین نگم. چی گفتم براتون امیاله؟ خیره، کدام گپ نیست. این اعتماد به نفس لیلی واقعا عالی است. نگه هیچ کدام گپ نیست. چی شد تمکین؟ تمکین جیگرخون شد. خاموش شدم با او. خیر دیگه، حتما تالی نبود. بگو یک شماره. کدام میله؟ شانزه رو بگیم. میله یه شماره شانزه انتخاب کردن. ببینیم با هم. دسته کنیم. بله. 100,000 افغانی. بازم پول زیاد، سومین مبلغ زیادی که شما از دست داده. ولی واقعا خیلی زیاد من ناراحت شدم که 1,000,000 افغانی رو شما از دست داده. اما 250,000 هست، پولای زیاد است، ولی به خاطر ناراحت شدم که گزینه کمکی. هنوز پولای زیاد است. 1,000,000 دیگه خیلی که برای تمکین. تمکین که عوض گیری اون کنه نکود اگر. کدام میله؟ چهار بگی. چهار. 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 چهار چهار. لیلی زود سپر بکن سراخ میله شماره چهارم که عصبانی هم هست که دیگه کم هست برم بزن پشت سرت لیلی اون زیر پای زیر پای چهار میبینیم که شماره چهارم چگونه از های پول داره یا پول نداره ایسو زیاد خطر هست 1,000,000 رفت خب منصرف میشون از میله شماره چهار تغییر میده مشوره کنیم کدام میله کدام میله چهار کدام میله خب خودت او زیاد خودت انتخاب کو خب امیره میبینه انتخاب خیر باشه دیگه انشالله که خیر باشه امشب خیر بگذره ببینیم چیله شماره چهارم فقط با خماس دسته میبینه و اما اگر این میلر خودت انتخاب نمی کردی بازو وقت میدیدی که تمکین نگه خب تمکین جان بسم الله گفته از این سه گزینه یکش انتخاب کن بعد بعد هم سعید میکنی طرف لیلی نه خواهش میکنم کدام گزینه هم انتخاب هر کدام خودت انتخاب میکنی هر گزینه که انتخاب کنه یک گزینه نادرست است دال جاپان نیز دور شد الف و ب و جیم مانده بازم از میله ها کمک میگیری؟ بله کدام میله؟ میله شش 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 این طرف است میله شماره ششم انتخاب لیلی عزیز هست ببینیم که پول داره یا پول نداره با تماس دستایت معلوم میشه ببینیم بسم الله الرحمن الرحیم بسیار عالی یا بچه های تشریف بیار دوباره لیلی جان بازم میله خالی بود یکی از این دو گزینه رو انتخاب کنین تا یک گزینه رو باید دیگه هم دور کنن جیم انگلستان هم اشتباه فقط ماند الف و ب برازیل یا آلمان مطمئن مطمئن تمکین گزینه کمکی دیگه نداریم دقیق باشین سوال یک بار بخونیم دور فوتبال 2006 در کشور خاتمه الف برازیل ب آلمان برازیل جدی درست برازیل آیا برازیل درست است یا خیر واقعا قلب ها دیگه میال ضربان قلب من تیز تیز شده من یه جزو خواد کردم من گفتم آلمان آلمان جواب درست من گفته بودم که آلمان هستی برازیل به من خب من گفتم سر آلمان اطمینان داری بگی خیلی زیاد دیگه من واقعا متاسف هستم برای شما چرا که خب گرای تانم نیست دیگه دختر خانم که یک علاقه دارم برای فوتبال از این بابات حتما دیگه نه من تایی نمیکنم خاطر بعد است از فوتبال خیره تمکین جان نه بسیار همین که امشب آمدی ای برات فکر کنم باید خیلی زیاد احساس خوبی به تأخیر که حذف شدی اما انقدر زود نمیریم زود بیرون خب هنوز خدافظی همراهت نمی کنیم میخوایم تا آخرین دقیقه باشیم من واقعا میخواستم پیش برم ما میخواستم واقعا خب خیلی زیاد من هم ناراحت شدم حتما دیگه خب نمیگم که خوش شانس نبوده نه حتما همین دیگه خب
قسمت بود دیگه. البته کدام بدوای ما کرده گفتند. نه خدا نکنه. بریم به ادامه میتیم. خیر هیچ کدام گپ نیست، با وجودی که واقعا زیاد تمکین و لیلی بالخصوص تمکین زیاد ناراحت شده، ولی باز هم برنامه را با اینا ادامه میدیم. از دل خدا خبر است. از دل لیلی هم خدا با خبر است. اما بیاین استعدادتان را نشان بدین که این خوب از ورزش بوده دیگه. سر آلمان که مینان داشتی باید میگرفتن آلمانه. ما گفتم البته یاد مینان ندارن، ما برازیل. بخاطر تلویزیون نام برازیل در فوتبال زیاد دی. من فکر کنم برازیل هستن. یعنی خودت میگی که زمانی که لیلی ما آلمان گفته بود اما آلمان میگه. یا ما گفتن که ما 100% اطمینان، 100% میگفتی من میگرفتم آلمانه. خیره دیگه، تمکین جان هیچ کدام گپ نیست. خیره دیگه. یک ما به خاطر که واقعا تمکین و لیلی باز بالخصوص تمکین خیلی زیاد ناراحت شد، یک چی بگویم، یک خوشخبری برات میتونم یاله که نیتت به گفته خودت خیلی خوب است، میخوای کمک کنی. انشاءالله میتونی زیاد چند هفته بعد دوباره در برنامه هفت گنج اشتراک کنی. درست است؟ حالا لبخند بزن، خوشحال باش. خوب شد؟ درست است. چند هفته بعد حتما منتظر تمکین باشین با لیلی که او باید ببینیم چانسشان چگونه است. حالا میگذاریم کاملا خوشحال باشین. نه دیگه. حالا بریم به سراغ سوال بعدی؟ بریم. درست است. سوال دوم را میبینیم. بین سفیدکوه و سیاهکوه کدام دریا جریان دارد؟ الف دریای فراهرود، ب دریای کابل، ج دریای هریرود و د دریای آمو. این سوال از مضمون جغرافیه هست. بله. نگه خوشحال باشه. نزمیله ها کمک بگیریم. بین سفیدکوه کدام دریا جریان دارد؟ میله ها کمک بگیریم؟ مبرم تمکین میره به سراغ میله ها. تمکین جان خوشحال باشی که ما باز مرا ناراحت نسازی، قسم که ناراحت باشی. اولین انتخابت کدام میله هست در سوال دوم؟ لیلی جان چی میگه کدام؟ بگو لیلی برش. شماره 24 میگه تیر من از نظر دارم. 24 را انتخاب کردن. چانس خوب برش میخوایم. ببینیم دو صد و پینجاه هزار افغانی بعد از یک میلیون افغانی بزرگترین پول زیاد. حاضرین در تالار نیفم چون دوست داشتن تشویقت کنن. شاید بختار از این که بگنی دقصه ایش نواشده که خودم انتخاب میله میکنم. بعدی؟ درست است؟ انتخاب کن خودت. کدام میله؟ 25. 25 میله شماره 25 را انتخاب کردن. میبینیم بسیار عالی. انتخاب که خودت لیلی از این سه گزینه که در مقابلت است؟ دال، دریا یا مو اشتباه، حذف شد و بازم میتونین میله انتخاب کنیم. انتخاب کنیم؟ بله. کدام میله؟ سی. سی. سی؟ میله شماره سی هم در انتخاب کردیم. اگر که زیاد میبینیم. میگه اگر زیاد بود باز من کت کار دارم. دبیرون میگم را کار دارم. میبینیم با هم. ده انتخاب بعدی تان کدام میله؟ سه. درست سه؟ میله شماره سه عمره انتخاب کردن. میبینیم پول داره یا پول نداره. 5000 افغانی. خوب است. بسیار عالی. انتخاب بعدی کدام از تمکین؟ کدام؟ یک. میله شماره ده. یک. شماره یک. کوک یک. ها. میله شماره یکم انتخاب بعدی شان هست. خدا کنه میله یا پول نداشته باشه یا پولش کم باشه. 125000 افغانی. خیره. بازم پول زیاد. میله بعدی کدام میله؟ 27. من انتخاب نمیکنم. 27. 27 میبینیم. تمکین جان سرچپه میشه. بیا دوباره بجایت. من که انتخاب میکنم فیسیات زیاد میره. او که انتخاب میکنم هموز دیگه که عصبانی تر شده میره. بیا بجایت استاشو. خب لیلی انتخاب کردی دو گزینه که در مقابلت است. الف دریای فراهرود اشتباه هست شد. ب و جیم مانده. دریای کابل یا دریای هریرود. جیم. کدام شو بگیم؟ جیم. جدی؟ مطمئن؟ خوشک جربز کنیم برشنا جان. جربز کنیم. باز غلط نکنیم نه.
باز باز خدا زوف میکنم. آلا هست شدیم خب. جیمه بیگی. نه استعداد. استعداد به نمایش میگذارین حال دیگه. نه نه به من واقعا مهم است. بار دوم هست نشه. او دیگه مزه داره. کدام دیگه مزه داره. کدام گزینه منده کن. جیم. جیم امرای کدام گزینه؟ بی. دریای کابل. کدام شو بگیریم؟ خودت میفهمیده. تو برازیل گفتی من جیم میگم. جیم؟ برازیل از سال گذشته نه؟ بین سفید کوه و سیاه کوه کدام دریا جریان دارد؟ بی دریای کابل یا جیم دریای هریرود؟ جیم جیم بیم بگی اطمینان داری؟ درست؟ اطمینان صد فیصد داری؟ پس تو خود کدامش میگی؟ من میگم جیم یعنی خدا خیر کنه دخترهای خاله یک دفعه اینجا سری سوالا و میله ها که خدای نخواسته نه 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 از برادیسه دست نتیم یک دفعه گک بی یا جیم؟ جیم بیره بگیرم یا جیمه؟ جیم صد فیصد اطمینان داری؟ بیخی؟ بیخی خودگم میگه صد فیصد حتما امانت میخوای جیمه بگی جیم؟ جیم قبول؟ تمکیم قبول؟ جیم دیگه خدا خیر کنه ببینیم درست هست یا نه بله خدای شکر لیلی نگفتی خدای شکر هزار شکر میریم به طرف سوال سوم شکر که بخیر گذشت و آخرین سوال میگیریم سوال سوم را درست است و چانستان هم میبینیم اما از این بر ما بگوین که لیلی نه تمکین چون در اول کاملی گفتیم چقدر دخترکه هم تو خیلی خوشحال همیشه لبخند داره ولی در کنازی که هم خوشحال هستی همیشه لبخند به لبهایت هست ولی زود ناراحت میشه هم تو نیست؟ بسیار متاسف شدم واقعا یک میلیون که ازش رفت واقعا اما باز خودت بر من میگفتی که چی برشنا همیشه لبخند بزن چی گفتی؟ خنده کن اینه خب باز من که برات میگم خوشحال باش خنده کن واقعا ناراحت شدی اما گفتم این زندگی هست بازی هست هیچ باید قدر زیاد ناراحت نباشی کدام تان بزرگتر هستی؟ تمکین من باشم شاید؟ نه تمکینت باز مستم بله مستم باز یاستم باز خانه همدیگر رو میری؟ بله یا چند شبه میباشه بسیار سعی میشیم بله یک ماه خانهشان میری وای خیلی خانه تمکین خانگک میسازی خب پس امیدوار هستم همیشه همه تو مثل خواهرها مثل دوستا باشین دخترای خاله دخترای عمه کاکا ماما و همیشه باید همتون صمیمی باشن که هیچ معلوم نشه که یا دختر خاله هستن دختر عمه هستن باید خواهرها یا از همه مهمتر یک دوست باشن آخرین سوال یعنی سوال سوم به عنوان آخرین سوال آخر هست اما میخوایم ببینیم که در سوال آخر لیلی و تمکین چانسشان چگونه هست بله میبینیم سوال آخره در قرن 18 گرجستان در دست کی بود؟ الف ایران ب ترکیه جیم چین و دال تاجیکستان میله ها در خدمت در قرن 18 در گرجستان در دست کی بود؟ میله ها اول از میله ها کمک میگیریم اول برم 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 خب لیلی میره و سراغ میله ها کدام میله را انتخاب میکنی و میتونی که از دختر خاله تا مشوره بگیری شماره 11 انتخاب کن 11 انتخاب کن میبینیم با هم که 11 پول داره یا پول نداره میبینیم دو سر و پینجا کنی پوله کن انتخاب بعدیتان کدام میله؟ 14 بگیم 14 انتخاب دومشان در سوال آخر ببینیم با هم بسیار عالی خالی تمکین انتخاب کو از این گزینه‌ای که در مقابل تاس یکشه دال اشتباه تاجیکستان گزینه اشتباه حذف شد انتخاب بعدی در میله ها کدام میله هست تمکین بگو کدام میله 23 بگی 23 چانس خوب مثل همیشه براتون آرزو میکنم نمیدونم بیا دوباره به جایت ایستاشو لیلی از این دو گزینه یکش انتخاب کنیم بی هم ترکیه اشتباه الف و جیمان یا ایران و یا چین در قرن 18 گرجستان در دست کی بود ایران یا چین چین بگیریم یا ایران چین است ایران من میگم ایران ایران
ایران در قرن 18 کردستان در دست کی بود؟ ایران. ایران؟ فکر کنین دیگه. خب آخرین سوال است. بله، در صورتی که اگر حذف نمی‌شدین، هر میله‌ای را که در اخیر شما انتخاب می‌کردین، اگر پول می‌داشت مربوط شما می‌بود. حالا یک گزینه را انتخاب کنین، باز از این میله هم یکش انتخاب می‌کنین. ما میگم الف. الف یعنی ایران؟ ایران. مطمئن؟ مطمئن. ایران یا چین؟ بازم میتونین با گفتی تمکین جربس کنین. نه، قد تصمیم زود نگی. ایران یا ایران چین؟ ایران یا چین؟ سکو گفته در قرن 18 گرجستان در دست کی بود؟ من وقتی که میگم ایران، تمکین در پسم آنت. ایران؟ تمکین؟ نه، خوصای کنم. گرجستان یا ایران؟ ایران این دفعه تو سوال جواب بگو. من بعد نظری هم ایتون کنم. ایران بگیرم یا گرجستان؟ چین؟ ایران یا چین؟ ایران رو بگیر. ایران؟ آخرین انتخابتان از دقیق باشه. برو ایران اول تو گفتی. برو دیگه چین. نه ایران گفتن لیلی جان. اول ایران گفتن. چین؟ ایران یا چین؟ ایران یا چین؟ ایران منصرف شدم چین. چین؟ مطمئن؟ موافق؟ مشترکاً انتخاب کردی؟ تمکین قبول؟ قبول تمکین؟ بله. انتخاب شد چین. چین انتخاب شد. یه فر ایرانیت بینان نداشتی؟ حاله اردویتان لطف کرده برین به این سراغ میله ها. یک میله را انتخاب میکنین که اونمو مربوط شما میشد. خب ما انتخاب کنیم. بله برین به سراغ میله ها. یک میله را انتخاب کنین. اون میله طلایی میشه، از آن شما میباشه. البته قبل اگر هست نمیشدین. کدام میله؟ ولی فعلا هم چانس دانه میبین. هشت بگیریم. دو. آخرین میله که انتخاب میکنین میله شما را چند؟ مشت میگم تمکین دو میگه. خب تو یک شماره تاپ بگو، من یک شماره جا. یک فقط یک انتخاب داره. مشت میگم. هشت کدام میشه؟ هشت. آخرین میله در انتخاب میله هام کمه که دیگه با هم. هشت انتخاب. هشت. بریم به سراغ امو تمکین. خودت اونجا ایسان شو. هشت طلایی شد با استثنای میله شماره هشتم. بقیه میله ها دور میشه، فقط میله شماره هشتم میمانه و این میله هشتم هم طلایی شده و مربوط لیلی و تمکین میباشه. حالا از همکارایم خواهش میکنم تا بقیه میله ها را بجز از میله هشتم دیگه تمامش را دور کنم. خدا کنه که این انتخابتان خوب باشه و گزینه جیم که چین را انتخاب کردین او هم درست باشه. خب این میله ها هم دور شدن، رفتن. پناهشان را به خدا کردی. درست است. با پولایتان هم یک کمک تماشا کنین ببینین که پولایی که ماندنه. پولا بدل 30,000 مانده، 20,000 مانده، 101. از پولای زیادتان 200,000 مانده، 175,000 مانده، 150,000 و 70,000 مانده. 70,000. چی فکر میکنین؟ این میله هشتم ایجی پولا بدل من نیست، خودم انتخاب میکنم. کدام پول است؟ یک نه بگوینم تو حدس بزنین. بگو تمکین کدامش است؟ شاید 20,000 باشه. میگن شاید 20,000 باشه. 20,000 نیست. لیلی شاید 70,000 باشه. شاید 70,000 باشه. 70,000 هم نیست. الو. شاید 1 روپیه باشه. شاید 1 افغانی باشه. 1 افغانی میگن باشه. 1 افغانی هم نیست. تمکین تمکین شاید چی؟ شاید 100 باشه. شاید 100 افغانی باشه. 100 افغانی. دنی فرد. نیست. خب شاید 10 باشه. شاید 10 افغانی باشه. نیست. 30 باشه. شاید 30,000 افغانی باشه. نیست. شاید. شاید شاید باشه. شاید. شاید. شاید هم شاید. نیست. شاید چی؟ 200,000 باشه. شاید 200,000 افغانی باشد. نیست. خب شاید 175,000 شاید باشه. شاید 175,000 باشه. ایام نیست. و شاید خالی باشه یا پول داره. شاید خالی باشه. خالی باشه. شاید خالی باشه. شاید خالی باشه. من میگم به افتخارم یه حدس درستشان یک کف محکم. اما بیاین اینجا استاد شوین ببینیم که جیم درست است. چین آیا در قرن 18 گرجستان در دست چین بوده یا خیر؟ ببینیم. اشتباه. ایران گزینه درست. او سوالایی دیدیم؟ او سوالایی که من انتخاب میکردم تمکین میگفت.
به هر صورتش خیلی خوش گذشت بر ما، همیشه موفق سربلند باشه. در چند هفته بعد منتظرتان هستیم، او وقت دیگه اعتماد به نفس خیلی زیادی داشته باشین. موفقیت براتون میخوام. گفتنی اگر ندارین که خداحافظی کنم. تشکر، گفتنی نیست، اما خوشحال باش، زندگی هست همه قصاب نه؟ من چون چقسم از یادم بلی برنامه از خدا نگه دارتا ماشه کف محکم باش، خوش بزنیم برد خبیدیم نزی رو بودیم. تشکر از شرکت تجارتی آشنا موبایل که برنامه هفت گنج را تمویل کردن. آشنا موبایل قابل دسترس در 34 ولایت افغانستان با خدمات پس از فروش و دارایی یک سال وارنتی می باشد. آشنای شما، دوست شما. با دقایق پایانی برنامه امشب رسیدیم، باید خدا حافظی کنم. خیلی زیاد خوش گذشت برای من. شما عزیزای دل ایره فراموش نکنین که زندگی بازی تمامش برد و باخت داره، پس باید در این شکست های زندگی خیلی زیاد قوی باشیم. برنامه خودتان هم به پایان رسید، باید خدا حافظی کنم. 0782-20-25-00 هیچ وقت از یاد نبرید. و تا فرصتی سلامی دوباره، شب دیگر برنامه دیگر شما را به خداوند مهربان میسپارم. خداوند یار و مددگار تمام شما. این برنامه از طرف فامید نوکی است. آشنا زیوانیه برای شما تقدیم گردید.